انتخابات نظام پزشکی در ایران تصاویر تلویزیون حکومتی ایران از حضور پزشکان ایران در حوزه های رهگیری خبر می دهد برخلاف این تصاویر اما محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت ایران میگوید کمتر از 15 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات در تهران شرکت کردند کاهش مشارکت در انتخابات نظام پزشکی بعد از رد صلاحیت های اخیر روی داده افرادی چون مصطفی موین، محمد رضا زفرغندی، قربان بهزادیان نجات، محمد رضا خاتمی، علی تاجرنیا و علی شکوری راد. همه آنها از چهرهای پزشکی اصلاح طلب هستند. اما رد صلاحیت شهاب الدین سعد رئیس فعلی نظام پزشکی اعتراض احمدی نژاد را به همراه داشت. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به سرپرست وزارت بهداشت و وزیر کشور از رد صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی انتقاد کرد و نوشت اگر رد صلاحیت ها اصلاح نشود از نظر او انتخابات نظام پزشکی قانونی نیست دو روز بعد از انتخابات هنوز او واکنشی به این انتخابات نشان نداده نظام پزشکی تنها نهاد سنفی که حکم رئیس آن باید به امضای رئیس جمهوری ایران برسد هنوز معلوم نیست احمدی نژاد آن را امضا می کند یا خیر برخی تحلیلگران واکنش احمدی نژاد به انتخابات نظام پزشکی را نشانه ای برای هشدار او به شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری میدانند رئیس دولت مایل از چهره ای همچون اسفندیار رحیم مشایی بعد از او رئیس جمهور شود اما شورای نگهبان احتمالا صلاحیت او را تایید نمی کند حامیان آیت الله خامنه ای میگویند او قصد دارد دولت را تا پایان دورش تحمل کند و تمایلی هم به ادامه کار طیف احمدی نژاد در دولت بعد ندارد در مقابل حامیان دولت زمینی تهدید کردند که اگر نزدیکان احمدی نژاد رد صلاحیت شوند دولت انتخابات را برگزار نمی کنند. اقدامی که احتمالا با واکنش نهادهای زیر نظر رهبر همچون سپاه پاستاران روبرو خواهد شد آرش سیگارچی صدای آمریکا